در راه دوست کشته شدن آرزوی ماست. در راه دوست کشته شدن آرزوی ماست. دشمن اگرچه تشنه به خون گلوی ماست. از جان گذشته ایم و به جانان رسیده ایم. از جان گذشته ایم و به جانان رسیده ایم. در راه وصل این تن خاکی عدوی ماست. خاموش گشته ایم و فراموش کی شویم؟ خاموش گشته ایم و فراموش کی شویم؟ بس این قدر که در همه جا گفتگوی ماست. هر جا که هست روی زمین ارغوان سرخ، آبش ز خون دل، گلش از خاک کوی ماست. گر بستند مردم ظالم زبان خلق، گر بستند مردم ظالم زبان خلق، غم نیست که غالب دلها به کوی ماست. سلام عرض ادب و احترام تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، عزیزان و دوستان. امروز 4 اسد 1402 همزمان با 8 محرم 1445 عزیزان و بزرگواران در ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و اولاد پاکشان و یارانشان هستیم. عزاداری هایتان عزیزان و بزرگواران مقبول درگاه حق تعالی باشه. در هنگام عزاداری ما و همکاران ما را هم از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. اما در همین ابتدای برنامه عزیزان و بزرگواران، شماره های تماس برنامه زیرنویس میشه، حتما از طریق واتساپ و تلگرام تاکید کنم که با ما در تماس شوید. نظرات خودتان، انتقادات و یا پیشنهاد اگر دارید با ما به اشتراک بگذارید. قبل از اینکه گفتگوی خودمون با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده را آغاز بکنم، این نکته را هم بگویم که ما شاگردان مکتب امام حسین علیه السلام هستیم، کسی که بعد از گذر سالها از قیام و از شجاعتی که به خرج داد و از حادثه و واقعی که بر سر خودش و خانوادهش گذشت، هنوز که هنوز است نام و یادش زنده است. روزها رفتند، سالها گذشتند، حکومتها آمدند و رفتند و هیچ کدام باقی نبود، اما فرهنگ امام حسین علیه السلام، فرهنگ عاشورا همچنان زنده و باقی است و تا قیام قیامت هم همین گونه خواهد بود. همین الان هم نسبت به کسایی که فکر میکنند با مخالفت با فرهنگ عاشورا، با مخالفت با عزاداری امام حسین علیه السلام میتونند که این راه را بسته کنند، میتونند که مانع این فرهنگ شوند. بگویم که شما کاری از دست نخواهید برد، شما کاری را نمیتونید انجام بدید، به خاطر که تاریخ ثابت کرده که او چیزی که ماندگار است حرف حق است و امام حسین حق مطلق بود. اما بینندگان عزیز و محترم، گفتگوی ما با کارشناس محترم امروز خانم شریفی علیزاده است با موضوع آموزه‌های تربیتی و اخلاقی مکتب عاشورا. خانم علیزاده سلام علیکم، بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. عرض سلام احترام خدمت شما و بینندگان خوب این برنامه. انشاءالله هر جا هستین صحتمند با عافیت عاقبت به خیر باشین و عزاداری هاتون انشاءالله مقبول درگاه حق باشه. تشکر از شما خانم علیزاده. اما خانم علیزاده، حقیقتا این یک حرف من نیست، گپ یک نفر و دو نفر نیست. مکتب عاشورا یک مکتب و یک فرهنگ بسیار درخشان است در طول تاریخ و ما بسیار بسیار مفتخر هستیم که به عنوان شیعیان کسانی هستیم که حداقل ادعا میکنیم یا تلاش میکنیم که از پیروان مکتب امام حسین علیه السلام باشیم. ما هر سال قیام امام حسین علیه السلام را پاس می‌داریم، هر سال در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام در مساجد، در تکه خانه ها مراسم برگزار می‌کنیم، سعی می‌کنیم که او چیزی که بر سر امام حسین علیه السلام گذشته را به یاد بیاوریم و سعی می‌کنیم که به یاد بیاوریم که امام حسین علیه السلام چه برخوردی در برابر او واقع داشته و چگونه زندگی کرده، تا ما بتانیم که انشاءالله پیرو حقیقی و راستین امام حسین علیه السلام و یاران ایشان باشیم. اما خانم شریفه علیزاده،
شما بفرمایید به عنوان یک روانشناس تربیتی که موضوعات مختلف تربیتی رو در برنامه روشن در خدمت شما بودیم، چه درس تربیتی ما میتونیم از عاشورا و قیام امام حسین علیه السلام و رفتار امام حسین علیه السلام بگیریم؟ بله، حرکت و قیام امام حسین در طول تاریخ بازخوردهای مختلفی داشته. اگر ما اهداف و فلسفه حرکت و قیام امام حسین رو مورد بررسی قرار بدیم و تیزبینانه به اون نگاه کنیم، واقعا درس ها و عبرت های مختلف برای ما داره و در جنبه های مختلف، چه فرهنگی، چه سیاسی، چه اجتماعی و چه تربیتی، گفته هایی داره، عبرت هایی داره، آموزه هایی برای همه جهانیان داره. و بعد نگاهی که ما میخواییم در برنامه در مورد از او گفته، نگاه تربیتی هست، نگاهی برای برداشت های آموزه های تربیتی از مکتب امام حسین. ببینیم مکتب همه ائمه ما و مخصوصا امام حسین مکتب انسان سازی هست، مکتبی است که برای ما درس انسان بودن، درس درست زیستن را به ما میآموزد. این بستگی به ما داره که بتونیم از این خرمن چه خوشه هایی را برچینیم و در زندگی خودمون پیاده کنیم. خب چون بحث های ما معمولا بحث های تربیتی است و نگاه ما نگاه تربیتی هست، خب در این قسمت میخواییم یک چند نکته ای رو خدمت شما عرض کنیم که همطور که در برنامه قبلی هم ما خدمت شما گفتیم، از آموزه های تربیتی مکتب امام حسین در زمینه زندگی فردی و اجتماعی ما گپ زدیم در برنامه قبلی و امروز هم میخواییم چند نکته تربیتی رو انشاءالله یادآوری کنیم تا بتونیم را در زندگی شخصی و اجتماعی خودمون به کار ببریم. یکی از نکته های تربیتی و برداشت ها و آموزه های تربیتی از نهضت امام حسین، تسلیم امر پروردگار بودن است. ببینین امام حسین زمانی که حرکت می کند به فرجام کار خود و به اون مصیبت هایی که بر او وارد می شود، به شهادت خود، به شهادت عزیزان خود، به رنج ها و مصیبت های خانواده خود آگاهی داشته، ولی با همه اینها تسلیم امر خداوند میشه و حرکت میکنه در این مسیر، چرا که خداوند را علیم و حکیم میدانه و معتقد هست و یقین دارد که کار خداوند بدون حکمت و مصلحت نیست. بله، پس کاملا خانم شریفی علیزاده، به ذهن میرسه امام حسین علیه السلام یک فردی بود که با وظیفه خودش آگاه بود. بله. و در راه وظیفه اگر انسان آگاه باشه و حقیقتا بخواد که انجام بده، باید تسلیم باشه تا او وظیفه به نحو احسن انجام داده شود. چون به او یقین رسیده بود و برای و با اون اعتقاد قلبی و راسخی که داشته تسلیم امر خداوند میشه و در این راه قدم برمی‌داره، با اینکه میدونسته که چه فرجام و چه سرانجامی برای خودش، عزیزانش و یارانش پیش خواهد آمد. خب یک نکته تربیتی است، یک آموزه تربیتی است که ما اگر یقین داریم به امر الهی، اگر یقین داریم به گفته خداوند، خب باید تماما به طور محض تسلیم باشیم، تسلیم امر پروردگار باشیم که اگر چه در این مسیر رنج ها، مصیبت ها، سختی ها، بالاخره فراز و نشیب هایی را حتما ما تجربه خواهیم کرد. اگر واقعا ایمان قلبی ما و یک ایمان راسخ باشه و ما با تمام وجود پروردگار را قبول داشته باشیم، قطعا با تمام وجود هم تسلیم امر خداوند خواهیم شد. یک چیزی که در اینجای خانم علیزاده بسیار نمود پیدا میکنه، مسئله تعارض بین مصلحت و حقیقت است. بسیار مواقع است که ما انسان ها حقیقت را میفهمیم که چیست و راه حق کدام طرف است، ولی مصالح احساس میکنیم که اقتضا میکنه که ما یک سمت دیگره، یک سمت متفاوت از حقیقت را بروم و انتخاب بکنم. ولی وقتی که امام حسین علیه السلام را میبینیم، میبینیم که مصلحت هیچ وقت باعث نمیشه که سمت حقیقت را رها کنه. در واقع مصلحت را با حقیقت هم راستا و هم سو میبینم. مصلحت اوست که ما به دنبال حقیقت، به دنبال وظیفه خودم که برایش یقین پیدا کردم برام. فکر میکنم که یک درس خوب برای ماست، برای تک تک ما انسان ها که چه در افغانستان زندگی میکنیم، در جای دیگه زندگی میکنیم، اگر که میبینیم حق با کدام سمت است عزیزان و دوستان،
مصلحت به سمت همو حق است، حتی اگر کشته شویم، حتی اگر خانواده خود از دست بدیم، حتی اگر که به زنجیر کشیده شویم، فراموش نکنیم. ولی خب متاسفانه چی کنیم که ما انسان ها آدم هایی هستیم، موجوداتی هستیم که سعی میکنیم سمت مصلحت برای من پررنگ تر باشه و او سمت را بگیره. بله بهم قطعا همین وقت هم هست که چون اون ضعف ایمان داریم یک مقدار و این که واقعا به طور مطلق تسلیم امر پروردگار شاید ما نباشیم و اون چی که میدانیم که همین امر خداوند هست، اگر او را واقعا پیاده کنیم در زندگی باید بس خیلی از مصلحت های زندگی چشم پوشی کنیم. درست فهمیدم منظورت. یک میان برنامه را اجازه بدین که ببینیم باز بعد از اون مفصل تر در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز محترم، برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه، از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی میتونید که برنامه را ببینید و همچنان از طریق یوتیوب و آپارات و دیگه فضاهای مجازی میتونید برنامه های گذشته را هم ببینید. نظرات خودتون را برای ما بمانید، ما بسیار خوشحال میشیم. یک میان برنامه را ببینیم و برگردیم. هنوز می آید نوای کربلاییت از عمق میدان، ای آفتاب، ای آفتاب غروب کرده در زهره عاشورا، هنوز فریادت از بلندی آسمان می آید، فریادی که دشخیمان کوفی را به مبارزه می خواست و نهیبش رشته جانشان را از هم می گسیخت. هنوز می آید عطر حضورت از حوالی خیمه هایی که آکنده از نگاه سکینه علیه السلام بود. تصویر در تصویر، کوفیان و قلتیدنشان در خاک مذلت، شمشیر به شمشیر، دست یداللهی تو بود و یادآوری حماسه ذوالفقار. هستی در شگفت نقشی بود که تو ایفا می کردی، نقشی بدی که ایمان و حماسه را به هم پیوند می داد، همان گونه که قامت دلارایت زیبایی نبوت و ولایت را به تماشا گذاشته بود. علی جان، مولای جوان، میدان کربلا چه بی فروغ می شد اگر به میدان نمی آمدی. هنوز هم وقتی خورشید به آسمان کربلا می رسد درنگ می کند و به یاد فروغ چهرت اشک حسرت می ریزم. چهره ای که عاشقانه سرخی خون در شفق نگاهش نشست و افلاک را سوگوار تبسم دلنشینش کرد. علی جان، تو عشق را تفسیر کردی، آن لحظه که قدم به میدان نبرد نهادی. شنیدم هیچ کس تیغ را از غلاف بیرون نکشید، گمان کردن رسول خدا صلی الله علیه و آله به میدان آمده، مگر نه این که تو شبیه ترین فرد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودی. تو علی اکبری، آیینت جوانمردی است، صدایت لرزه بر اندام آنان می اندازد که نفسهای شیعه را بریده بریده می خواهند. شاعران ترین واجه ها شعر بلند حماسه از را سرودن نمی توانند. محرم در محرم تصویر تابناک توست که بر صفحه خون رنگ عاشورا می درخشد. دوستان عزیز و محترم،
ادامه برنامه خودتون، برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی میبینید. عزیزان محترمان، در ایام عزاداری امام حسین علیه السلام و یاران پاک ایشان هستیم. بزرگواران، انشالله عزاداریتون مقبول درگاه حق تعالی باشه. همچنان به گفتگوی خودمون با کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده ادامه میدیم. خانم علیزاده، در خدمت شما هستیم با موضوع آموزه‌های تربیتی و اخلاقی مکتب باش. یک نکته تربیتی دیگری که ما میتونیم از مکتب باش رو دریافت کنیم، پرهیز از دنیا طلبی و دنیا گریزی است. خب ما میدونیم که وقتی امام حسین علیه السلام حرکت رو خودش آغاز میکنه، قطعا به مشکلات این راه هم واقف بوده و میدونسته که چه سختی هایی متحمل خواهد شد، خودشون و یاران و خانوادهشون. ولی با همه اینها آنچه که داشته است رو با خود همراه، فرزندان خودش، خانواده خودش و قطعا اون تعلقات دنیوی خودشون رو کنار میگذاره و پشت پا میزنه به همه اون تعلقات دنیوی خودش و جان و مال و عزیزانشون را همراه میکنن و در این راه قدم میگذارن و قطعا به اون هدف و اون غایت این را ایمان داشتن. این خانم علیزاده برنامه میگرده به همون مبحث قبلی که اشاره کردین، یک فردی که تسلیم امر خداوند باشه و از عمق جان با وظیفه خودش آگاه باشه و بدانه که خداوند چه دستوری، چه امری، چه وظیفه‌ای در این لحظه برگردنش نهاده، چنین فردی که ایمان قوی هم داره قطعاً هیچ وقت دنیا نمیتونه مانعی باشه برای که وظیفه خود انجام بده. خب نکته‌ای که برای ما داره چیه؟ آموزه‌ای که برای ما دیه که ما انسان‌های عادی هم تلاش کنیم که اون اهداف الهی را، اون غایت‌های الهی که خداوند برای من انسان قرار داده را بر تعلقات دنیوی خودمون غلبه بدیم، ترجیح بدیم. همین مسئله بسیار دشوار هم است. یعنی خود ملزده، حالا ما با عنوان یک باید و نباید اخلاقی عنوان میکنیم که انسان باید رقم باشه، او رقم باشه. ولی وقتی در مقام عمل میرسیم متوجه میشیم که خب انسان وابستگی هایی داره، دلبستگی هایی داره. حتی مثلا یک زرون مثال، همیشه مثلا پدر مادر کلان اینها میگفت که انسان برای خروج در خانه خودش نگهداری میکنه، دلبسته میشه دیگه، مثلا سر او را بریده نمیتونه. حتی یک حیوان انسان به او دل میبنده، چه برسه به دیگه موجودات و دیگه متعلقاتی که داره. این چی کنیم خانم علیزاده؟ شما برمان کسی که روانشناسی تربیتی را سالهای سال هست که کار میکنه، آسان ترین راه برای که عادت کنیم، یاد بگیریم که به دنیا دلبسته نباشیم چیست؟ آسان ترین راه هست که به غایت و هدف آفرینشمون و آمدنمون به این دنیا فکر کنیم که آیا این دنیا سرای ماندگار هست؟ آیا این تعلقات دنیوی برای من ماندگار هست؟ آیا من سرای دیگه هم دارم؟ چی باید با خود ببرم؟ چه هدفی دارم؟ هدف از آمدنم برای چیست؟ برای چی خواهم بود؟ و به چه چیزی باید دل ببندم؟ آنچه که ماندگار است و یا آنچه که در این دنیا گذراست. و ما این دست رو از مکتب عاشورا میبینیم، میگیریم که امام حسین با آنچه که در این سرای ماندگار نیست دل نمیبندن، چون به اون یقین رسیدن که انشاءالله ما سعی کنیم اون اهداف الهی رو در زندگی خودمون پیاده کنیم تا اون نگرش و اون یقین ما نسبت به غایت انسان، غایت آفرینش انسان بالاتر و تا بلکه ما هم بتوانیم ذره ای از تعلقات دنیوی خودمون دل بکنیم. کاملاً درست فهمیدم خانم علیزاده. یک نکته تربیتی دیگه که باز هم ما میتونیم از مکتب عاشورا داشته باشیم، ارتباط و اون نگاه محبت آموز، ارتباط محبت آموز نسبت به دیگران است. ببینین عشق امام حسین نسبت به خداوند، خب این یک چیزی که قابلا مشخص است و همین عشقی که نسبت به خداوند داره باعث میشه که ارتباطشون با یارانشون، با خانوادهشون هم رنگ و بوی خدایی بگیره. یعنی این ارتباط یک ارتباط و محبت عادی نیست، یک ارتباط و محبتی هست که رنگ و بوی معنوی داره، رنگ و بوی خدایی داره. چون که شما در میشنوید در بسیار از داستانهایی که بر روایات که از واقعی عاشورا شده که امام حسین رو به یارانش میکنه و میگه هر کس با من در این مسیر بماند در این جایگاه، قطعا فردا شهید خواهد شد، کشته خواهد شد و کسی زنده نخواهد موند. پس بنابراین هر کس دوست داره که جان خودش رو برداره و از این تاریکی شب استفاده کنه و از ما جدا بشه، قطعا زنده خواهد موند. و خیلی یارانش رو به امام حسین میکنن و میگن اگر ما 70 جان داشتیم
باز هم زنده می شدیم، باز هم در همین مسیر به شهادت می رسیدیم، قطعا لحظه دست از یاری تو بر نمی داشتیم. یعنی اون ارتباط محبت آمیزی که بین امام حسین و یارانش اینجا هست، مشخص یک ارتباط عادی نیست، یک محبت عادی نیست، یک محبتی که رنگ و بوی خدایی و الهی دارد، که همونطور که امام حسین یقین داره به هدفش، به مسیرش، به حرکتش، قطعا یاران امام حسین هم به امام حسین و مسیر و اهداف اون هم پایبند و دلبستگی تمام عیار داشتن که جانشون رو در کف اخلاص گذاشتن و کنار امام حسین ماندن و ترک نکردن. یعنی در شرایطی که این افراد کاملا از طرف امام حسین علیه السلام آزاد بودن، حق انتخاب را داشتن برای که برن و جان خود از مهلکه بکشن، اما به خاطر رابطه قلبی که با امام حسین علیه السلام داشتن، باز هم در کنار امام حسین ماندن و او تجربه عاشورا را از سر گذراندن. یک نکته تربیتی دیگه هم که باز میشه از مکتب عاشورا دریافت کرد، صبر و استقامت است. ببینید یکی از شاخصهایی که باعث تربیت انسان، باعث رشد شخصیت انسان ها میشود، صبر و استقامت است. آنچه که در روانشناسی امروزی به عنوان تاب‌آوری یاد میکنن، که چگونه تاب‌آوری انسان ها در مقابل مشکلات و مصیبت ها و بالاخره ناملایمات چگونه باعث رشد شخصیتی انسان میشه و چگونه باعث میشه که یک انسان پخته شود به قول من. خب ما این صبر و استقامت رو در مکتب عاشورا در اوج میبینیم، که چگونه خود امام حسین، یارانشون و بازماندگانی که به اهل و عیالی که داشتن، چگونه این صبر و استقامت رو تاریخ ساز کردن، ماندگار کردن، صبر و اسوه و الگوی صبر و استقامت رو در مکتب عاشورا ما حضرت زینب رو میبینیم، که چگونه با صبر و استقامتشون و با روشنگری هایی که بعد از واقع عاشورا داشتن، چگونه باعث زنده ماندن و ماندگار شدن مکتب عاشورا شده است، که تا به امروز تاریخ که گذشته و گرد و غبار تاریخ اونو کمرنگ نکرده است. خانم رضا، وقتی نگاه میکنیم این مواردی که شما ذکر میکنید، یک موارد کاملا به هم پیوسته هستن. یعنی یک کسی که تسلیم امر خداوند باشه، این نفر از دنیا میگذره، حتی از جان خودش و اولاد خودش میتونه بگذره به خاطر امر خداوند، و همچنان رابطه محبت آمیز داره به خاطر عشق و رابطه محبت آمیزی که با خداوند داره. این عشق نمود پیدا میکنه، این محبت نمود پیدا میکنه در روابط انسانی که داره، و همچنان در برابر بلایا و سختی ها قطعا چنین فردی صبر و استقامت خواهد داشت. که ما صحنه ای را میبینیم از حضرت زینب سلام الله علیها، که وقتی که با اون ابن زیاد یک با یک لحن بد صحبت میکنه، که دیدی که چه بستر خانواده اید آمد، چگونه یافتی بله خانوادت رو، و هر کس دیگه بود او لحظه اید گپ زدن نمیتونست، ولی از رضا زینب سلام الله علیه میگه ما رایت الله جمیل و غیر از زیبایی چیز ندیدم. بله، و این پاسخ زیبا ماندگار میشه در تاریخ. درسته، چون که حضرت زینب هم در مکتب امام حسین بود، با ایشان بود، در همین خاندان بزرگ شده و قطعاً به او یقین رسیده بوده که همچین جوابی را میده که تاریخ ساز میشه. خواهم الازدا، من به یاد مردم خودمان میافتم، به ویژه شیعیان افغانستان سختی های بسیار زیاد خواهم الازدا در طول تاریخ کشیدن، کاملا در تاریخ ثبت شده چه رنج ها، چه سختی ها، حتی در تاریخ معاصر همین چند سال پیش، همین پارسال، همین هر روز ما میبینیم که بسر شیعه، بسر ملت شیعه چی میآید، چه رنج ها، چی انتحار ها، انفجار ها، جوانان خود از دست میدن، دختران نازدانه خود از دست میدن، مادرها جان خود در شفاخانه و در ولاد نسایی از دست میدن، اما همچنان این مردم استقامت دارن، پایداری دارن، همچنان در مسیری که به او مسیر معتقد هستن حرکت میکنن، تسلیم نمیشن. این یک کار عادی نیست خانم علیزاده، یک کار عادی نیست. این نشان دهنده است که این ملت، این مردم حقیقتا شاگردان مکتب امام حسین علیه السلام هستند و تأسی میکنند از رفتار مولای خودشان. دقیقا. اگر اجازه بدن یک میان برنامه رو ببینیم، باز در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و محترم، اگر کدام گپ و گفتی با ما دارید، از طریق شماره تماسی که زیر نویس میشه، ما بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما رو دریافت بکنیم. واتساپ و تلگرام در اختیار شماست و
انشالله نظرات خودتون رو همین الان هم میتونید که برای ما بفرستید، یک میان برنامه رو ببینیم و برگردیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. در پی شهادت حسین در قلب‌های مؤمنان عشقی به او پدید آمده است که هرگز سرد نخواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. دوستان عزیز و محترم، بینندگان عزیز و دوست داشتنی ما، شما برنامه خودتان برنامه زنده روشن را از تلویزیون جهانی هادی میبینید و ما گفتگو میکنیم با کارشناس محترم برنامه خانم شریفه علیزاده با موضوع آموزه‌های تربیتی و اخلاقی مکتب عاشورا. خانم علیزاده، شما نکات بسیار دقیقی را عنوان کردید. 4 آموزه را تا کنون صحبت کردید، ما یادداشت کردم: تسلیم امر خداوند بودن، پرهیز از دنیا طلبی و دنیا زدگی، ارتباط محبت آمیز با دیگران. هر کدام از اینها خانم علیزاده دنیایی است برای خودش. صبر و استقامت بیمثال و بیمانند، که اگر که ما در این سختی هایی که امروزها بسر ما و ملت ما میآید این نکات را رعایت بکنیم، حسینوار زندگی کنیم، امید داشته باشیم که شاید انشالله در قیامت همراه با امام حسین علیه السلام مشهور شویم. در خدمت شما هستیم. یکی دیگر از آموزه های تربیتی دیگر که ما از مکتب عاشورا میتونیم دریافت کنیم، مثبت نگری در راستای هدایت انسان است. ببینید، اینی که ما نگاه مثبت داشته باشیم به انسان، اینی که ما پیش داوری نکنیم، قضاوت عجولانه نکنیم نسبت به انسان، این یک اصل تربیت است و ما این اصل تربیتی رو در واقع عاشورا به عینه میبینیم. وقتی که سپاه حر وارد میشه و قصد مبارزه با یاران امام حسین رو داره، وقتی کم کم رفتار امام حسین رو میبینه و حقیقت بر او روشن میشه و پرده های غفلت کنار زده میشه و اون به حقیقت میرسه و امام حسین و یارانش رو و اهدافش رو و تسلیم میشه و توبه میکنه، خب رفتار امام حسین رو با اون میبینیم که چگونه با آغوش باز رو میپذیرد، یارانش رو میپذیرد و چگونه رفتار محبت آمیز رو نسبت به او و یارانش داره. خب یک درس است برای ما که انسانها رو زود قضاوت نکنیم. شاید یک قفلتی، شاید مسئله ایجاد شده، بالاخره ابهامی باعث شده که این گونه رفتار کنه. وقتی خانم علیزاده ماجرای حر را نگاه میکنیم، قطعا بینندگان عزیز و محترم ما ایره بهتر از من میدانن که جناب حر اول آمد و جلوی امام حسین علیه السلام را گرفت و حتی امام حسین علیه السلام برایش گفت تو اگر که اجازه بده که من برگردم، گفت نه من تو را نمیمونم که برگردی. و حتی باز برایش پیام آمد از سمت ابن زیاد در کوفه که تو
حسین و یارانش را در جای بگذار که آب نباشد، در جای بگذار که قلعه مستحکم نباشد، یک جای باشه بیابان باشه که در موزه ضعف قرار بگیره. باز هم هور حرف ارباب خودش قبول میکنه و یک کار در حق امام حسین علیه السلام میکنه، حتی تا روز عاشورا هم ادامه پیدا میکنه، تا اینکه در زمانی که امام حسین علیه السلام صحبت میکنه با مردمی که در سپاه مقابلش هستن گفتگو میکنه، اونجیست که هور از لحاظ ذهنی میپذیره. حتی قبل از او امام حسین بارها با هور صحبت میکنه، هور پشت سر امام حسین نماز میخونه، امام حسین صحبت میکنه ولی هور نمیپذیره، ولی در او لحظه جرقه به ذهنش میخوره، علارغمی که متوجه است که من الان این راهی که میرم راه زندگی دیگه نیست، راه مرگ است، راه شهادت است، ولی تسلیم میشم، میپذیره و دست پای امام حسین قرار میگیره. هر کس پاشو میگه تو من چند بار تو رو گفتم که نه این کارو نکن و نمیپذیره، شک میکنه در این فرد، اما امام حسین علیه السلام میپذیره. امام حسین عمل کرده الان و اون واقع رو میگیره، نه اینکه گذشته اون چه عمل کردی داشته که چند لحظه پیش ایشان مثلا جناب هور با من چه رفتاری داشت. مهم اینه که الان به چه میاندیشه، مهم اینه که الان فکرش چیه، عملش چیه، به الان اون قضاوت میکنه، نه اینکه گذشته. و او سخن بسیار زیبای امام حسین علیه السلام وقتی که هور شهید میشه بر بالین امام حسین علیه السلام، امام حسین میگه به خدا قسم که تو در دنیا و آخرت هور و آزاد هستی. و این رو ما با انسان‌ها در زندگی شخصی خود سعی کنیم پیاده کنیم که زود انسان‌ها رو قضاوت نکنیم، زود پیش‌داوری نکنیم، زود اشتباهاتشون رو بپذیریم. به عنوان یک انسان، هر انسان ممکن الخطاست، بحره. میتونه که اشتباه کنه و اگر پذیرفت و که مسیرش اشتباه است و برگشت، باز اینطور نباشه که او رو بر اساس گذشتهش قضاوت کنیم که تو در گذشته اینطوری بودی، مثلا جوانی آمده و متأثر شده و نمازخوان شده، این دلیل نمیشه ما بگیم تو قبلا اصلا نماز نمیخوندی، مثلا چه کارها کردی، شراب خوردی، نماز نخوندی، آزار دادی. مهم اینه که فعل الان او رو ببینیم و بر اساس عمل کرده الان او قضاوت کنیم که او چگونه انسانی است. شاید پیش خدا اون خیلی عزیزتر از مایی باشه که سالها عبادت کرده باشه. درسته. من در همین زمینه ماجرای جناب هور خانم علیزاده به ذهنم رسید این نکته که چقدر عجیب است انسان که در یک لحظه از جهنم، از مسیر جهنم میتونه مسیر خود عوض کنه به سمت بهشت. کسی که تا همون چند لحظه پیش در روز عاشورا و در برابر امام قرار گرفته بود، ناگهان در مسیر دیگه قرار گرفت، همراه امام شد، شربت شهادت را نوشید و قطعاً به بهشت میره بدون هیچ شکی، از او خاطر که امام حسین علیه السلام گفت تو آزاده هستی در دنیا و آخرت رقم هستی. و واقعاً مکتب عاشورا یک دانشگاه انسان سازی، یک مدرسه انسان سازی است که ما از هر نگاه، از هر طریق، از هر گوشه‌ای که به این مکتب بنگریم برای ما حرف داره، برای ما عبرت داره. چه عبرت‌هایی که ما در تاریخ میشنویم و بارها شنیده‌ایم، مثل همین ماجرای هور، مثل ماجرای اون مسیحیی که در واقع کربلا و شهید میشه و غیری از مسائل دیگه که انشالله سعی کنیم که ما از این مکتب درس‌های زندگیمون رو بگیریم. بله، بسیار عالی. خانم علیزاده، بانوان نگرمون چون اسم خوب از در حین برنامه سوالات به ذهنم میرسید که نمیتونستم پرسان کنم که ما بین گپ شما سخن نگویم، اما سوال خود پرسان کنم، در یک مقدار فکر میکنم فرصت داریم و اویست که خب شما فرمودید که محبت ما با دیگه افراد باید رنگ و بوی خدایی داشته باشه. من متوجه منظور شما نشدم که محبتی که رنگ و بوی خدایی داره چه رقم محبت میتونه باشه؟ ببینید، گاهی وقتا ما با دیگران محبت میکنیم به خاطر جاه و موقعیت اجتماعی است. گاهی وقتا ما با دیگران محبت میکنیم به خاطری که یک چیزی از او به ما میرسه، حالا چی مادی باشه، ممکنه دنیوی باشه. ولی وقتی که این موقعیت از او تغییر کرد، محبت ما هم تغییر میکنه. مثلا من رفیق دارم، بسیار دوستش دارم، به حساب در ظاهر بسیار ابراز علاقه میکنیم، به این خودی که یک پست و یک موقعیتی هست که به من کمک میکنه. وقتی که این پست و این مقام و این موقعیت از او گرفته شد، دیگر رفیق من نیست، یه رفتار من با او تغییر میکنه. خب این مشخصه که یک محبت من رنگ و بوی محبت الهی رو
نداشتن. یعنی یک محبت بی قید و شرط. بله، یک محبت بی قید و شرط، محبتی که مثلا مثل یک مادر که نسبت به فرزند خود داره و در همه شرایط کنار فرزند خود است و او رو دوست داره، حتی اگر فرزند دچار مشکلاتی شود باز هم ذره از محبت از او کم نمیشه و سعی میکنه که حتما کمک رسانی کنه، هدایت کنه فرزند خود. خب چه کنیم که باز گرفتار سوء استفاده نشویم؟ مثلا امی در ماجرای امام حسین علیه السلام که نگاه میکنه، امام حسین این رقم نبود که محبتش صرفا به ما 70 نفر برسه، صرفا به خانوادهش برسه، یک عشق و محبتی داشت که یک پدر به اولادای خودش در عنوان امام امت. اما چی میشه که تمام مردم در برابرش قرار میگیرن و فقط همی 70 نفر در کنارش میشن؟ ما به عنوان انسانهای عادی عموما نگران این مسئله هستیم که سوء استفاده نشه از محبت ما. چون ممکن است، چرا ما میگیم از بین هزاران نفری که قطعا میدانستن حقانیت امام حسین را، چرا عده کمی کنارش بودن با اینکه میدانستن که حق با امام حسین است؟ خب شاید تسلیم اون محبت های دنیوی که دیگران داشتن، چون شاید دیگرانی که بود موقعیت دنیوی داشتن، زر و سیم داشتن و با این زر و سیم ها و موقعیت دنیوی که داشتن محبت بسیار از افراد را خریدن و بسیار از انسان ها در این مسیر ایمانشون را با همین زر و سیم دنیوی فروختن، ولی آنهایی که ماندن قطعا به او یقین رسیده بودن و محبتشون را، محبت و عشق خداوندی را با زر و سیم های دنیوی، با پست و مقام های دنیوی معامله نکردن، چون به یقین می دانستن که مسیرشان مسیر حق است و محبت و عشق که امام حسین نسبت به اونها دارد یک محبت و عشق فرازمینی است، یک محبتی است که ماندگار است، یک محبتی است که هم سعادت دنیا را دارد و هم سعادت اخروی را دارد همراه خود. ولی اینهایی که تسلیم شدند و کنار رفتن به این خاطر که به او سعادت دنیوی خود سعی کردن برسن و او محبت و رنگ روی دنیوی را متاسفانه به او سم کشیده شدن و بله، ماندگار در او مسیر ماندن. من زده بانون آخرین سوال از شما پرسان کنم که در فکر میکنم کمتر از 2 دقیقه دیگه هم فرصت داریم، 1 دقیقه دیگه فرصت داریم. آیا میشه غلبه کردن بر ترس را به عنوان یکی از آموزه های تربیتی قیام عاشورا در نظر بگیریم؟ بگیم که خب انسان اگر که در این مسیر باشه بر ترس خودش میتونه غلبه کنه یا باید غلبه کنه؟ چه ترس منظورتون چی باشه؟ ترس از جان، از مرد، ترس از دست دادن، ترس از فقدان. این افرادی که در این مسیر قرار گرفتند ما میبینیم که از هیچ چیزی نترسیدن دیگه. بالاتر از دست دادن جان دیگه فکر نمیکنم چیزی باشه، اما مقاومت میکنن. بله، گاهی وقتا واقعا ما در مقابل مصیبت ها یا در مقابل از دست دادن جان و مالمون میترسیم. انسان های عادی وقتی میبینیم که جانمان در خطر است واقعا میترسیم، واقعا وقتی میبینیم شاید مالمان، زن و فرزندمان در خطر است میترسیم. ولی خب چرا یاران امام حسین این ترس را نداشتن؟ به این خاطر که باز برمیگردیم به مسئله اهداف و اون یقینی که در این مسیر داشته باشیم. چون ما انسان‌های معمولی، من ایمانمان ضعف داره و به طور یقین شاید به زندگی پس از این دنیا اون ایمان یقینی رو نداشته باشیم، ضعف داریم. درست. و میترسیم که با این کشته شدنمون ما از بین خواهیم رفت. درست. در حالی که یاران امام حسین گونه نبودن و میدانستن که قطعاً در این راه اگر شهید شوند و دست بدن جان و مال خودشون رو، دنیای است که ماندگار و جاودانه میشه. بسیار تشکر از شما خانم علیزاده، بسیار استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیز و محترم هم بسیار تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. انشالله برنامه های آینده را هم از دست نمیدید. ما را از دعای خیر خودتان فراموش نکنید. به همراه کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشیم عزیزان. در پناه خداوند مهربان باشید.